سرخط خبرها و مهمترین ها. وزرای خارجه بریکس خواستار حل مسالمت‌آمیز قضیه افغانستان شدند. فرمانده سابق سندکام جو بایدن بدترین گزینه افغانستان را انتخاب کرد. پژوهش نهاد پاکستانی طالبان از ترس پیشرفت افغانستان مانع آموزش دختران می شوند و همچنان در پایان بالاخره دارالامان کابل نفس راحت کشید. مشروع خبرها. وزرای خارجه بریکس به منظور افزایش امنیت و ثبات در منطقه خواستار یک راه حل صلح‌آمیز فوری برای قضیه افغانستان شدند. وزرای خارجه گروه بریکس در بیانیه نوشتند برای اطمینان از عدم استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان اقدامات ملموس‌تری در این کشور صورت گیرد. آنها بر افغانستان مستقل و صلح‌آمیز تاکید کردند و از افغانستان عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت کردند. نشست وزرای خارجه بریکس برای دو روز یعنی 21 و 22 جوزا در شهر نیژنی نوگرودور روسیه برگزار شد. بر اساس این بیانیه وزارت خارجه بریکس در بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی هم افغان‌ها جمله زنان، دختران و گروه‌های مختلف قومی تاکید کردند. گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور بزرگ شامل برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که در سال 2010 تشکیل شد. هدف این گروه سهمگیری در نظم جهانی است. ایران پارسال عضو این گروه شد. وزیران خارجه این سازمان در این نشست در مورد موضوعات بین الملل، راهکارهای ارتقای حکمرانی جهانی، حل و فصل منازعات در بسترهای چند جانبه و با تمرکز بر افزایش تاثیرگذاری کشورهای در حال توسعه گفتگو کردند. فرمانده سابق سنتکام جو بایدن بدترین گزینه افغانستان را انتخاب کرد. فرانک مکنزی فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که جو بایدن هنگام تصمیم گیری درباره نحو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بدترین گزینه ممکن را انتخاب کرد. او با صدای آمریکا گفته جو بایدن با خروج کامل و حفظ سفارت در کابل بدترین گزینه را انتخاب کرده است. این فرمانده سابق سنتکام که بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت داشت در مصاحبه با بخش انگلیسی سرای آمریکا در مورد کتاب جدید خود به نام نقطه ضعف گفتگو کرده است. جنرال مکینزی در این کتاب در مورد 4 گزینه نظامی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان در فوریه سال 2021 میلادی توضیح داده است. حفظ 2500 نیروی آمریکایی و 8 پایگاه نظامی، کاهش نیروهای آمریکایی به 8800 نفر در 3 پایگاه نظامی، خروج کامل و حفظ سفارت آمریکا در کابل و خروج بدون حضور دیپلماتیک از 4 گزینه پیشنهادی جنرال مکینزی در این کتاب است. فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت بایدن با انتخاب گزینه سوم تلاش کرد سفارت شهروندان آمریکایی و افغانهای در معرض خطر را در کشور نگه دارد. افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد در ویدئویی که رسیده لحظه یک انفجار در منطقه دارالامان کابل دیده می‌شود. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این جبهه می‌گوید که بامداد دوشنبه 21 جوزا یک بازگاه طالبان را در منطقه دارالامان کابل هدف قرار داد که در آن 3 عضو این گروه کشته و یک عضو دیگر زخمی شدند. طالبان در مورد چیزی نمی‌گویند. پژوهش نهاد پاکستانی طالبان از ترس پیشرفت افغانستان مانع آموزش دختران می شود. شورای تحقیقات بین المللی امور مذهبی در پژوهش نوشت که طالبان قندهاری در مورد آموزش و تاثیر دختران رویکرد سختگیرانه و محافظه‌کارانه‌تر نسبت به شبکه حقانی و طالبان پکتیکیایی دارند. با گفته این سازمان پاکستانی طالبان از ترس پیشرفت افغانستان مانع آموزش دختران می شوند. این پژوهش زیر نام پروفایل طالبان دیدگاه ها و استراتژی ها از سیاست ها و دیدگاه های طالبان را در یک سال گذشته بررسی کرده است. نویسندگان این پژوهش به افغانستان سفر کرده و با ده ها مقام طالبان از جمله ملا شیرین والین گروه در قندهار و مشاور ارشد ملا هیبت الله خونزاده پژوهشگران و اعضای جامعه مدنی افغانستان مصاحبه کردند. یک نسخه گزارشی از محققان در اختیار روزنامه‌ها قرار گرفته است. نویسندگان پژوهش شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی باور دارند که طالبان قندهاری با آموزش دختران مخالفت می‌کنند، زیرا می‌ترسند که اجازه حضور زنان در مکان‌های عمومی افغانستان را به سمت مدرن‌سازی و پیشرفت بکشاند. در این پژوهش آمده است که طالبان قندهاری معتقدند که امتیازی به زنان مرزهای بین دموکراسی و شریعت اسلامی را از بین میبرد. این پژوهش میگوید در منطقه لوی قندهار جایی که سنت یا ایدئولوژی مذهبی حاکم است به دلیل ترس از دست دادن دستاوردها کوچکترین صدای مخالف به صورت فرو نشانده میشود.
طالبان یک پارچه نیز. شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی نوشت که طالبان یک جنبش چند پارچه است و تقسیمات منطقه‌ای در این گروه مشهود است. همچنین برخورد آنها با ایدئولوژی گروه طالبان متفاوت است. در گزارش آمده که طالبان به سه دسته افراطی، معتدل، قبایلی و منطقه‌ای مانند تضاد طالبان قندهاری و پکتیکایی و نهایتاً نیروهای جنگی و طبقه سیاسی تقسیم می‌شوند. با این که در درون طالبان به زمزمه های مخالفت شنیده می شود، اما این نهاد تحقیقی پاکستانی باور دارد که کنترل رهبر طالبان بر این گروه باثبات است و به چالش کشیده نمی شود. طالبان روستایی و شهری. نویسندگان این نهاد پاکستانی باور دارند که رهبران طالبان قندهاری در روستاها و رهبران شبکه حقانی در شهرهای پاکستان زندگی کردند و این بر نحو نگاهشان به امور از جمله آموزش زنان و روابط با جهان بیرون تاثیر گذاشته است. این نهاد میگوید طالبان قندهاری در زمان جنگ در مناطق دورافتاده پاکستان مانند چمن، قلعه عبدالله، قلعه سیف الله، کوچلک و هومه کویته و شمار از آنها در کوهستان ساکن بودند که با پدیده های مدرن شهری مانند آموزش زنان چناشنا نبودند. در این پژوهش آمده است که طالبان پکتیکایی که عمدتاً در کابل، خوست پکتیا و پکتیکا و بخشهای از لوگر زندگی میکنند، به دلیل تجربه زندگی در شهرهای پاکستان مانند اسلام آباد، بنو، پشاور و دره اسماعیل خان دیدگاه نسبتاً بارستر نسبت به موضوعات مانند آموزش زنان دارند. در این پژوهش همچنین آمده است که طالبان پکتیکایی به دلیل ارتباط نزدیک با ستیزجویان خارجی القاعده، تحریک طالبان پاکستان و زندگی در شهرها، جنای نسبتاً معتدل، عملگرا و موافق ارتباط با جهان تلقی می شود. شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی در این پژوهش نوشت که طالبان قندهاری متشکل از روحانیون مذهبی و فرماندهان جهادی هستند که در ولایات قندهار، هلمند، فرا و اورزگان و بخش‌هایی از نیمروز زندگی می‌کنند. بر اساس متن این پژوهش، قندهار مرکز قدرت این گروه است و طالبان قندهاری نفوذ قابل توجهی در حاکمیت طالبان دارند. حلقه نزدیک هیبت الله. شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی اطلاعاتی درباره اعضای حلقه نزدیک به هیبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان منتشر کرده است. بر بنیاد این پژوهش، خالد عنفی وزیر امر بالمعروف نزد منکر طالبان، فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم یوسف وفا و والی بلخ، ملا شیرین والی قندهار، عبدالحق حقانی وزیر عدلیه، نور معمر ساقه وزیر حج اوقاف و حبیب الاغا وزیر معارف از مشاوران نزدیک ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبان هستند. شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی میگوید این افراد در موارد موضوعات مهم به ویژه موارد مربوط به مسائل شرعی و امور خارجی به رهبر طالبان مشوره میدهند. واحد 5000 نفری انتحاری. در بخش از این پژوهش آمده که حبت الله خانزاده رهبر طالبان یک واحد مستقل 5000 نفری را برای نیروهای انتحاری خود تشکیل داده است. این شورا می نویسد رهبر طالبان برای افرادی که داوطلبانه به خطه انتحاری می پیوندد احترام زیاد قائل است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.